احتمالا درباره سلطان سکه و دلار و شکر و خودرو شنیدین، ولی این بار ما میخواییم بریم به سراغ یه سلطان دیگه، یعنی سلطان پنبه. حدود 45% صادرات ازبکستان رو پنبه تشکیل میده و از زمان استقلال این کشور، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تو سال 1991، مهمترین محصول صادراتی ازبکستان میشه همین پنبه که راجبش صحبت کردیم. حالا درباره اینکه این محصول چطور تبدیل به محصول اول منطقه شد هم خیلی حرف و حدیث وجود داره و وارد این جزئیات نمیشیم، اما فقط برای اون دسته از دوستانی که زیاد اطلاعات ندارن بگیم که دریاچه آرال که یه زمانی چهارمین دریاچه بزرگ کره زمین بوده الان تقریبا خشک شده و یک دلیل اون هم همین پنبه یا طلای سفیده. توی دوران شوروی رهبرای این کشور تصمیم میگیرن که از آب رودخانه‌های آمودریا و سیردریا استفاده کنن تا زمین‌های زیادی رو که توی ازبکستان قرار داره رو زیر کشت پنبه ببرن. اونا آب این رودخانه‌ها رو که از اصلی ترین منابع تأمین آب دریاچه بودن رو توی کانال‌های قرار دادن و از اونا برای آبیاری زمین‌های پنبه استفاده کردن. استفاده بی‌رویه‌ای که در نهایت باعث خشک شدن دریاچه آرال شد و آسیب‌های زیست محیطی زیادی رو به بار آورد. این رویه بعد از شوروی هم ادامه پیدا کرد و امروزه ازبکستان تبدیل به اولین صادرکننده پنبه توی دنیا شده. اما هزینه‌ای که برای رسیدن ازبکستان به این مقام شده هزینه بسیار گزافیه. راستش ما اصلا با این قسمت ماجرا کاری نداریم و میخواییم بگیم که چه کسی از این هزینه هایی که شده سود میبره و چه کسانی از خشک شدن دریاچه آرال آسیب میبینن. بعد به خودتون واگذار میکنیم که این شرایط رو با بقیه کشورها و بقیه سلاطین توی اون جوامع مقایسه کنیم. توی دوره شوروی کمونیست تمام زمین‌های زراعی ازبکستان در قالب 2048 مزرعه متعلق به حکومت بودند. این مزارع بعد از سال 1991 منحل و زمین‌ها دوباره تقسیم میشن. البته این تحول به این معنی نبود که کشاورزا میتونستن مستقل عمل کنن و هر چیزی که دوست دارن رو بخوان بکارن. پنبه اونقدر برای دولت جدید ازبکستان و اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور مهم حیاتی بود که تن به استقلال کشاورزا ندادن. قوانین و مقرراتی وضع و اعمال شدن که تعیین میکردن کشاورزا باید چه محصولی رو بکارن و از اون مهمتر این محصول رو دقیقاً با چه قیمتی بفروشن. پنبه محصول صادراتی ارزشمندی بود، اما مسئله اینجا بود که سهم کشاورزا از بهای جهانی پنبه بسیار کم بود و سود اصلی این تجارت جهانی به جیب دولت می رفت. به خاطر همین کسی حاضر نبود در ازای این بهای پرداختی پنبه بکاره، پس دولت اونا رو مجبور کرد تا این کار رو انجام بدن و کشاورزا مجبور بودن که 35% زمین هاشون رو پنبه بکارن. این کارا مشکلات زیادی رو هم به وجود آورد که یکی از این مشکلات مسئله ماشین‌آلات برای برداشت پنبه بود. توی زمان استقلال ازبکستان حدود 40% محصول پنبه به کمک ماشین‌های کمباین جمع‌آوری می‌شدن، اما بعد از سال 1991 با توجه به سیاست‌های حکومت کشاورزا تمایلی به خرید یا نگهداری کمبای نداشتند. تو چنین شرایطی کریموف رئیس جمهور ازبکستان گزینه ارزان‌تر از کمباین رو پیشنهاد میده و از این روش برای برداشت پنبه استفاده میکنن، یعنی کودکان مدرسه ای. اوایل سپتامبر یا همون شهریور میشه حدود شروع سال تحصیلی و زمانی که کودکان آماده رفتن به مدرسه میشن. توی اون روزها کریموف برای فرمانداران مناطق دستوراتی رو میفرسته و از اونا میخواد که سهمیه تحویل محصول پنبه رو به مدارس ابلاغ کنن. طبق آمار سال 2006 2.7 میلیون دانش آموز به مزارع می رفتن و معلم ها هم توی اون روزا، یعنی روزای برداشت پنبه، تبدیل به سرکارگر و ناظر نیروی کار می شدن. هر کودک موظف به جمع‌آوری بین 20 تا 40 کیلوگرم پنبه در روز بود، گرچه ظاهرا این کار کاملا رایگان هم نبوده و به کودکان دستمزد هم پرداخت می شده. طبق آمار سال 2006 قیمت جهانی هر کیلو پنبه حدود 1.4 دلار بوده و دستمزد روزانه کودکان ازبک به ازای کار در روز و جمع‌آوری 20 تا 40 کیلوگرم پنبه میشد حدود 0.03 دلار یا به عبارتی 3 سنت. البته اگه این پول به همه دانش آموزان هم پرداخت می‌شد.
با همین شرایط شاید حدود 75% پنبه ازبکستان به دست کودکان برداشت میشد و تازه تو فصل بهار هم برای شخم زدن و وجین کردن و نشا زدن پنبه دوباره مدارس 2 ماه به حالت تعلیق در می اومدن و کودکان هم توی این مدت به مزارع می رفتن. اما سوال اینجاست، واقعا سود این تجارت پرسود نصیب کی می شد؟ تعطیلی آموزش و استفاده کارگرگونه از دانش آموزا به نفع کی بود؟ آیا واقعا دولت نمیتونست کمباین وارد کنه و به مردم تسهیلات بده، یا اینکه واقعا نمیخواست چنین کاری بکنه؟ راستش وقتی این مطالب رو از کتاب چرا ملت ها شکست میخورند میخوندم، واسم عجیب و غیر قابل باور بود و به خاطر همین رفتم و کلی جستجو کردم و توی روزنامه ها هم این مطالب رو خوندم و هرچه بیشتر میخوندم تعجبم بیشتر میشد که واقعا چطور یک خیانت به این واضحی توی همین 10-15 سال اخیر انجام میشد. واسه هم سوال بود که مردم خود ازبکستان چطور اینقدر راحت با این مسئله کنار اومدن و بچه هاشون رو میفرستادن برای بیگاری برای خود دولت. در واقع این سوالات باعث شد که بیشتر وارد عمق این موضوع بشم و تحقیقات بیشتری رو درباره کشور ازبکستان انجام بدم. ازبکستان بعد از فروپاشی شوروی به استقلال رسید و اسلام کریموف تبدیل به اولین رئیس جمهور این کشور تازه استقلال یافته شد. کریموفی که فعالیت سیاسیش رو توی حزب کمونیست شوروی شروع کرده بود و تو سال 1989 هم دبیر اول حزب توی ازبکستان میشه. اما درست پیش از فروپاشی دیوار برلین و بعد از اون فروپاشی اردوگاه شرق تونست خودش رو به عنوان یک ملیگرای ازبک مطرح کنه و بعد توی دسامبر 1991 با حمایت نیروهای امنیتی تبدیل به اولین رئیس جمهور ازبکستان بشه. بعد از قدرت گرفتن مخالفان سیاسی مستقل خودش رو سرکوب کرد و شرایطی رو به وجود آورد که هیچ رسانه آزادی نتونه رشد کنه و هیچ سازمان غیر دولتی هم مجاز به فعالیت نباشه. اوج این روند سرکوب هم تو سال 2005 بود که تعداد زیادی از تظاهرکننده ها توی شهر اندیجان به دست نیروهای پلیس و ارتش کشته و زخمی شدند. کریموف با استفاده از جایگاهش به عنوان فرمانده کل نیروهای امنیتی و تسلط کامل بر رسانه‌ها اول دوره ریاست جمهوری خودش رو طی یک همه‌پرسی به 5 سال افزایش داد و بعد هم تو سال 2000 برای یک دوره 7 ساله جدید اون هم با 91% آرا باز هم به ریاست جمهوری ازبکستان رسید. جالبه توی جریان انتخابات سال 2000 تنها رقیب اون هم اعلام میکنه که خودش هم به کریموف رأی داده. بگذاریم. خلاصه بعد از اون تو سال 2007 و 2014 هم دوباره رئیس جمهور میشه و تا زمان فوتش، یعنی تا سال 2016 توی همین سمت باقی میمونه. یعنی 25 سال ریاست جمهوری. سالهایی که ازبکستان تحت حاکمیت اسلام کریموف پیشرفت زیادی نکرد و شاید 1/3 مردم این کشور هم توی فقر موندن. کشوری که نهادهای سیاسی و اقتصادی استثمارگر داشت و در نتیجه سیاستهای این نهادها کشور تبدیل به یکی از کشورهای فقیر منطقه شد. حتی از لحاظ فاکتورهای اقتصادی در مقایسه با همسایه‌های خودش، یعنی 5 کشور آسیای مرکزی، یا در جایگاه 4 و یا در جایگاه 5 قرار داره. موضوعی که برای خود ما هم بسیار جالب بود. واقعا چرا ازبکستان نسبت به همسایه‌هاش عقب‌تر موند؟ این سوال باعث شد تا بیشتر دنبال این موضوع بریم و بر اساس همین مسئله به زودی می‌خوایم عملکرد اقتصادی ازبکستان و قزاقستان، یعنی 2 همسایه و یادگارهای دوران اتحاد جماهیر شوروی رو با هم مقایسه کنیم. پس به محض آماده شدن این ویدیو هم لینکش رو توی توضیحات واسهتون قرار میدم. اما این داستان سلطان پنبه و اثرات رفتار سیاستمدارا بر کشورها همینجا تموم نمیشه. شاید خیلی از کشورها، یعنی توی خیلی از کشورهای دیگه هم چنین افراد و خانواده‌های تاثیرگذار وجود داشته باشن که برای رسیدن به منافع شخصی و خانوادگی از زور و قدرت استفاده میکنن و منابع کشور رو هم به تاراج میبرن و بعد از اون هم اصلا اجازه فعالیت به بقیه افراد توی شرایط برابر رو نمیدن. کشورهایی مثل زیمبابوه، ونزوئلا، سومالی و کنگو که هر کدوم به نوعی سلاطین مختلفی دارن و میشه درباره هر کدومشون ویدیوهای مستقلی رو ساخت.
خیلی دوست داریم که فرصت کنیم مثال‌های کوچیکی از هر کدوم از این کشورها بزنیم و جداگونه مسائل اون کشورها رو مرور کنیم. اما دقت کردید که ما چقدر راحت درباره بقیه کشورها و سلطان‌های اون کشورها میتونیم صحبت کنیم و تحقیق کنیم و ویدئو بسازیم. این کار برای خود ما هم یه جورایی جالب بود، اینکه منابع درباره نمونه‌های خارجی میتونیم راحت پیدا کنیم و بر اساس مستندات دربارشون صحبت کنیم. اما واقعا سوال پیش میاد که آیا با بررسی حوادث مشابه خارجی میشه راه رو برای توسعه و پیشرفت تمام جامعه ایران هموار کرد؟ آیا میشه به نوعی جلوی فرصت طلبی های سلاطین داخلی رو گرفت؟ آیا منابع مکتوبی دارید که به سلاطین داخلی پرداخته باشه و خیانت ها و آثار کارهای اونا رو منتشر کرده باشه؟ لطفاً در این باره نظرات و ایده های خودتون رو واسمون بنویسید. من حمید هستم، اینجا کانال دروازه تاریخه و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.